درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. اگر امروز چیزی از محیط زیست ما باقی مانده، نتیجه عشق و شور و تلاش و دلسوزی اسکندر فیروزه که نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود، کسی که طبق قانون در زمان مسئولیت قدرت بسیار زیادی برای جریمه و بازخواست و پاسخگو کردن آسیب زنندگان به طبیعت رو داشت، چون معتقد بود که محیط زیست که تباه بشه یک کشور هم به راحتی نابود میشه. این رو کسی میگفت که در دهه 40 و 50 شکار رو ممنوع کرد، مناطق مشخصی از طبیعت رو حفاظت شده اعلام کرد و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش رو بنیان گذاشت، برای محیط زیست قانون گذاری کرد، پشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ایستاد و کارخانه های خاطی رو تعطیل کرد، برخی از تالاب های ایران رو ثبت جهانی کرد و نامش در کنوانسیون رامسر جهانی و ماندگار شد. کسی که روزگاری رئیس قدرتمندترین سازمان این کشور بود، اما پس از سال 57 کسی برای این کوه تجربه اهمیتی قائل نبود. از قدرت سازمانش هم اثری نماند و البته از طبیعت هم همانی شد که او می گفت. بشنوید. بعد از انقلاب بنده زندان بودم. قاضی با صدای محکم به من گفت که این کاری که می کردید محیط زیست چیه؟ بسیار کار بی خودی بود. وقتی گفتم که آخه قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده 50 حکایت داره از حفاظت محیط زیست که وظیفه همه مردم هستش، یه اخمی که عاقبت هم اطلاع دارید که محکوم به اعدام شدم، گلوله از اینجا رد شد، قوم یه نفر که خدا بیامرزون واقعا حفظش کنه، من نمیدونم کی هست، ولی یه نفر اونجا این مرگ رو اعدام رو تبدیل کرد به زندان ابد. 3 روز در اردکان تظاهرات شده و کمتر کسی در موردش خبررسانی کرده، اصلا انگار مهم نیست. این در حالیه که باز اقلا در دولت دوم هاشمی و دولت‌های خاتمی یک راهی در پیش گرفته شده بود برای توسعه ایران که لازم بود، یعنی همان راه توسعه محوری که دهه 40 و 50 پادشاه فقید و دولت‌هاش از جمله عالی جناب هویدا در پیش گرفته بودند. ولی یک تفاوت بنیادین وجود داشت و اینکه اکثر نهادهای کنترل کننده و ناظر مانند معاونت ارزیابی اثرات توسعه که با خون دل بنا شدن با اتفاقات 57 منحل و دیگر نهاد کنترل کننده یعنی ارزیاب و تصمیم گیر کلان بر اساس منافع ملی وجود نداشت که جلوی استقرار صنایع آلاینده بدون داشتن ظرفیت سرزمینی رو بگیره، به دلیل نبود نهادهایی که بتونه به شکل صحیح صنایع رو هدایت کنه. با توسعه رفاقتی، کشمکش ناحیه‌ای و زورآزمایی سیاسی مواجه و شاهد کشاندن صنایع به سمت مناطقی بودیم که در حاکمیت نفوذ داشتن و از ظرفیت کافی سرزمینی برخوردار نبودن. عمدتاً هم صنایعی بودند که زود به بازدهی می‌رسیدن و پیچیدگی‌های مطالعاتی و هماهنگی نهادی هم نیاز نداشتند، مثل صنایع فولاد، کارخانجات کاشی و سرامیک، پتروشیمی، توسعه کشاورزی، صنایع مدنی که تنها نیاز به رانت در حاکمیت داشت. به همین دلیل هم نتیجه آن نه توسعه بود و نه زیست سالمی برای طبیعت و ایرانیان به همراه داشت. از نتایج غیر مستقیمش هم میتوان به افزایش تنش‌های قومی و محلی در ایران اشاره کرد که هر منطقه فکر میکنه همسایگان حق اونا رو خوردن، در حالی که امضای مسئولان محلی به عنوان نماینده مردم مناطق پای تمامی پروژه ها مثل انتقال آب ها و صنایع وجود داره. حتی کمتر پیش آمده که مسئول محلی به دلیل مخالفت با چنین پروژه هایی از سمتش استعفا داده باشه. فولاد مبارکه اگر سال 61 از بندرعباس به اصفهان منتقل شد، به خاطر این بود که سال 58 تونستن نهاد ناظری مثل معاونت ارزیابی اثرات
مقررات توسعه رو از محیط زیست حذف کنن، کمتر مردمی پیدا میشن به استقرار پتروشیمی یا صنعت فولاد یا دیگر صنایع حتی در کویر نبگن، حتی اگر آب نباشه و حتی اگر اثراتش رو دیده باشن. دلیل هم روشنه، مردم زینفانیان که باید سود خودشون رو ببینن، ولی نباید فراموش کنیم که همان مردم نیاز به سلامت، بهداشت و محیط امن هم دارن. اینجا حاکمیت باید بر اساس منافع ملی ایجاد و قدرتمندسازی نهادهای ناظر رو در دستور کار قرار بده تا از تخریب زیست بوم توسط نهادهای مجری و افراد ذی‌نفوذ جلوگیری کنه. اساساً در کشور ما با از بین رفتن بنیانهای توسعه پایدار و تضعیف نهادهای ناظری مانند محیط زیست و منابع طبیعی، امکان حل مسائل پیچیده کار بسیار سختی شده. طبیعیه که نتونن مسائل پیچیده رو با الگوی ساده حل کنن. باید بگم که ایده دخالت دادن مردم در انتخاب صنایع فریبکاری بیش نیست، به دلیل اینکه انتخاب مردم میتونه تابع شرایط و بر اساس منفعت کوتاه مدت باشه و اساساً یک مسئله حاکمیتی مانند توسعه پایدار نیاز به نهادهای ناظر بالادستی و فنی داره که با نظرسنجی و رأی مردم حل نمیشه. مثلا در همین رابطه به این فاجعه دقت کنید که چرا باید پتروشیمی آرتا انرژی در فاصله کم از شهر نمین و در شهر ممنوعه اردبیل احداث بشه. به این کارخانه 15 لیتر در ثانیه آب دادن از ذخایر زیرزمینی و 13 حلقه چاه عمیق در بالادست پتروشیمی آب شرب اردبیل رو تامین میکنه و پایین تر 5 حلقه چاه عمیق آب نمین و انبران و روستاها رو تامین میکنه. حالا به تازگی یک حلقه چاه عمیق جدید حفر کردن برای اینکه 15 لیتر بر ثانیه پتروشیمی آرتا انرژی رو جبران کنه. اون قسمت آبی رنگ سمت راست تصویر هم شرکت آرتا پلاسته، یعنی تولید MDF. برای همینه که فتحی گفت بی طرفم. این فاجعه است. کار به جایی رسیده که امام جمعه اردبیل خواستار آب از خزر شده. بلایی که بر سر اصفهان اومد به زودی بر سر اکثر استانها خواهد اومد. ظاهراً همه این آقایان یک هدف مشترک دارن و آن ویرانی و نابودی کامل ایران ماست. همه هم که شهروندی اروپا و آمریکا و کانادا رو دارن، پس نگران چی باید باشن؟ و جالبه که بدونید الان مشکل زیست از جانب خبرنگارها و فعالین محیط زیست تقلبی سگها دارن اعلام میشن. ببینید چجوری ذهنامونو دارن منحرف میکنن. تازه عروس فرماندار سابق تهران یعنی فرهادی زهرا رمضانی، کارمند فروش داخلی هرمز پاسارگاد، میخواد رئیس بخش صادرات نفت پاسارگاد بشه. پدرش یحیی رمضانیه که فرماندار حال حاضر کرجه. همسرش مرتضی فرهادی که پسر فرمانداره معاونت هلدینگ بهشره. اون وقت فرماندار قزوین پیگیر زمینخواری دادگستری و اداره اطلاعات بود، به زندان افتاد و الان با پابند آزاده. در روز دانشجو دو تا دانشجوی بسیجی در سخنرانی از وی حمایت کردند و امروز خبر رسید که کمیته انضباطی دانشگاه آزاد غیابی برگزار شد و هر دو از تحصیل محروم شدند. یعنی فقط ببینید که چطوری ایران در تسخیر مافیاست. تازه جالب اینجاست که فرداد فرحزاد مهدی خلجی رو آورده و او هم با وقاحت تمام میگه خمینی ایران رو مدرن کرد. اگر کسی زنش مرجان آل آقا نباشه که میلیاردی در رژیم آخوندی رانت گرفته و دزدی کرده باشه و این حرف رو نزنه، عجیب خواهد بود. اما جهت یادآوری این که یک هفته یه اینترنشنال سعی میکنه اثبات کنه که رژیم میخواسته فرحزاد رو حذف کنه. همین فرحزادی که در برنامه هاش از خوبی های خمینی در مدرن کردن ایران میگه، چیزی که برای صدا و سیمای رژیم هم قفله. بشنوید. در نظام پهلوی به شکلی دانشگاه‌ها در ایران تأسیس کرد که بخش عمده زنان ایران نمیتونستن برن در نظام آموزش عالی تحصیل بکنن، یعنی بخش عمده جامعه ایران نادیده گرفته شده بودن. تلویزیون دوران پهلوی تلویزیونی بود که بخش عمده زنان ایران توش جای نداشتن، تأثیر خودشون رو نمیدیدن. این تلویزیون عمده اسلامی که یه بخش دیگه جامعه نمیبینه.
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بزرگترین اختلاس تاریخ رو کرده. 7.7 بیلیون یورو برای خروج و پولشویش با مهدی خلجی ازدواج کرد و حدود 30 بیلیون یورو هزینه پولشویش بوده. به راحتی ما نباید ازش رد بشیم. شما یا یک بار دیدید که مسیح علی نژاد و دار و دستش به مرجان اسلامی آل آقا سر اختلاس کلانی که از ایران برد گیر داده باشن؟ نه، حالا امروز هم مهدی خلجی داره دلیلش رو بهتون نشون میده. ماها خیلی ساده ایم. ما آدم های عادی که از این بازی ها بیخبریم خیلی خیلی ساده ایم. انقدر ساده ایم که اینا ما رو خر فرض کردن. کی میخواییم برخلافش رو بهشون ثابت کنیم؟ از مصاحبه‌های اخیر فرحزاد با خلجی، کوثر و غیره به نظر میاد که این شایعه ترور فرحزاد و شهرکی برای پیچوندن گوش این تراشغال که در راستای تخریب پهلوی دارن کمکاری میکنن مؤثر بوده. این تراشغال هم با این برنامه ها داره کمکاری خودش رو جبران میکنه. دیگه چطوری بگن ما چیز مال جمهوری اسلامی هستیم؟ دشمنان ایران و ایرانی، 57 چپی، مجاهد، آخوند، تجزیه طلب، اصولگرا، اصلاح طلب، صادراتی های جمهوری نکبت، تمام اینا از دموکراسی متنفرن. تمام اینا در کشورهای زندگی میکنن که همه از کشورهای جهان اول هستن و دموکراسی حرف اول و آخر رو میزنه. هیچ کدومشون در چین، کره شمالی، روسیه و کوبا زندگی نمیکنن. اینا فقط از اتحاد مردم و بازگشت پهلوی به ایران هراس دارن. پهلوی رمز آزادی و بازگشت دموکراسی به ایران ماست. نکته دیگر نقش بنیاد صدوق هست در محدوده یزد و مجموعه های دیگر که با خانواده خاتمی، تابش و صدوقی ارتباط بسیار زیاد داشتن و در جایی که ظرفیت نداشته اومدن و یک صنعت و گستره صنعتی درست کردن و این گستره صنعتی رو این بنیاد صدوق مثل بقیه بنیادهایی که ما در طول 100 سال گذشته داشتیم، بنیادهایی که هیچ نظارتی نداره، سیستم هزار فامیل رفتار میشه، مثل بنیاد پهلوی قبل از انقلاب و بنیادهای دیگر بعد از انقلاب، و اینها الان اومدن بیشتر از ظرفیت منطقه در جایی که آب نداره و فقط یک ذوب شده در خاندان بابا اکبری که یکی از بزرگترین چپاولگران تاریخ معاصر ایرانه و باهاشون جیک تو جیک بود و پیک شراب تعارف میکرد میتونه آلودگی هوا رو در سال 1402 به بنیاد پهلوی مرتبط کنه. این واقعا فراتر از عقده و کینه است. بعد آهنگ کسعر موقع انقلاب 9 سال و 3 ماه و 17 روزش بوده، یعنی کلاس دوم دبستان، یعنی هنوز به درس آپاش نرسیده و اون رو نخونده بود. اون وقت چطور در مورد بنیاد پهلوی نظر میده؟ در زمان جنبش 88 به رفسنجانی میگفت کسافت، بعد مشخص شد برای رد گم کردنه و با توله های بابا اکبر رو هم ریخته و اپوزیسیون فیک بوده و برای این میگفته کسافت که مردم شک نبرن. او دستبوس پدرخوانده مافیای ایران بوده. باید به این مردک شارلاتان گفت که حکومت پهلوی سال 1350 پلیس مسلح آب رو سازماندهی کرد که طبق آیین نامه شرح وظایف پلیس مسلح آب برابر ضابطان دادگستری وقت بود که از مقابله با حفر چاهای غیرقانونی تا جلوگیری اضافه برداشت از آبخان و حفظ پاکیزگی بستر رودخانه ها اختیار قانونی گسترده داشت. تصور چنین تشکیلات تخصصی با پشتوانه اختیارات نیروی نظامی در جمهوری نکبت اسلامی محاله و در مخیله هیچ کدوم از ما نمی گنجه. البته این حرام لقمه این چیزها رو خوب میدونه، اما چی میتونه بگه وقتی که مأموره و معذور؟ اسکندر فیروز رئیس سازمان محیط زیست زمان شاه رو خونه نشین کردن تا امثال این هر چرندی خواست ببافه. تازه خلجی هم متولد شهریور 52 و سال 57 4 سال داشته. او از تلویزیون دوران شاه فقط کارتون دیده و بیشرمانه به دروغ میگه زنان ایران در تیوی شاه جایی نداشتن. نیکاهنگ کوثر متولد آبان 47 و شاید در کتب نام بنیاد پهلوی رو دیده باشه. این دو به اصلاح طلبان وصلن و نیکاهنگ از دوستان فامیلی خانواده رفسنجانی نیز هست. دیکتاتوری آبت فرق گذاشت بین یک دیکتاتوری سنتی مثل نظام پهلوی مثلا و جمهوری اسلامی. نکته بعد اینه که جمهوری اسلامی
یک به قول جامعه شناسا بودن که یک نیتی و پیامدی که شما میخواستید انجام بشه. آقای خمینی خب میخواست یه جامعه درست بکنه سویه مثلا پیغمبر، ولی کارایی که کرد جامعه رو به شدت مدل کرد. یعنی نقشی که آقای خمینی در مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون ایران داشته به هیچ وجه کمتر از محمد رضا شاه و رضا شاه نیست. با این چرندیاتی که این دو نفر در مصاحبه با فرداد گفتن، مرغ پخته اول متعجب شد و بعد از خنده روده بار. شما اجازه ندارید سوال مطرح نکنید. یک بار شده از خودتون بپرسید یا از همین متفکران که سعی میکنن نظریات کهنه و پوسیده رو به شما تحمیل کنن. حالا در داخل کشور هزارها لایه دارن و خارج از کشور دو لایه بیشتر ندارن. آیا تا حالا پرسیدید چرا دنیای غرب به فیلسوف‌هاش مینازه؟ به ارسطو، افلاطون، سقراط، ولی ما شرقی‌ها به پیامبرها. چرا دنیا بین دو نقطه ایستاده؟ آتن، اورشلیم. راز معبد دلفی، معبد سلیمان. هرگز پرسیدین چرا دنیا متوقف شده؟ نه، به خاطر اینکه در متریکسی، به خاطر اینکه همان را در واقع میاندیشید که میخواهند بیاندیشید. نکنید این کار رو. جان کلام این که دستور جمهوری اسلامی به عوامل خودش از 40 سال پیش در خارج از کشور اینه که از ما انتقاد کنید حتی شدید، ولی یادتون نره یکی دو لغت هم به پهلوی بزنید. روش کار این اپوزیسیون فیک در خارج از ایران شامل فعال سیاسی، مذهبی یا کمونیست، زندان رفته یا نه، روزنامه نگار، روشنفکر، استاد دانشگاه، آرتیست، هنرپیشه، فیلمساز، غیره تا تاجر و کلاهبردار که در تمام قشرهای جامعه غربی هم نفوذ کردن اینه. بدون این اپوزیسیون فیک در خارج از کشور جمهوری اسلامی هرگز نمیتونست این همه سال پایدار بمونه. قدیمی ها میگفتن داغ اولاد 40 روزه، داغ شکم 40 سال. حالا باید گفت که داغ اولاد 40 روزه، داغ تحویل نگرفته شدن توسط رضا شاه دوم 40 سال. یک روز در همین دنیایی که بین دو جنگ بود، یک نسلی بود Lost Generation. ارنست همینگوی اون رو از یکی نقل قول کرده. نسل متفکر، نویسنده های بزرگ، اهل قلم، نظر، همه گم شده بودن بین دو جنگ. ازرا پاند همه رو جمع کرد، به ارنست همینگوی پاداد، به فیتزجرالد، به یتس، یه نسل مرده و گم شده رو دوباره کرد به عنوان نسل طلایی ادبیات اروپا و آمریکا و دنیای غرب. نذارید شما نسل گم شده ایران شوید. شما نسل فردای ایران هستید. ایران رو شما باید بسازید. از ما گذشت. خلاصه این که همینو بدونیم کافیه. هر کسی که به نوعی پهلوی ستیزه و پیرو خمینی و آفتابشه، چه فائزه، چه نرگس، چه نسرین، چه توکا، چه تقی یا نقی باشه، که به رسم خودشون زنون مردونشون هم کردم که یک وقت تحریک نشن، اجازه داریم بهشون بخندیم. اما اینو بدونیم که فتنه 57 هنوز ادامه داره. اگر ما مردم از جامون بلند نشیم، به زودی با این ناامنی که رژیم برامون ساخته و گرانی و قحطی ملا ساخته، ایرانیان در جهنمی به مراتب بدتر از اینی که تا به حال دیدیم و تجربه کردیم گرفتار خواهیم شد. به همه اطرافیان خودمون باید حقایق رو بگیم و هشدار بدیم که اگر دیر به جنبیم از روی نقشه محو خواهیم شد. دیگه بسه. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد.